سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم مجلس نمایندگان تغییرات حکومت در بودجه ملی وسط سال روان را رد کرد اما اصل سند بودجه ملی مورد تایید قرار گرفت کمیسیون ملی و بودجه میگوید که حکومت بیش از 90 پروژه تازه را در این بودجه پیشنهاد کرده بود اما برخی از کمیسیون ها مخالف این طرح حکومت بودند با این حال شماری از نمایندگان مجلس از عدم توازن و عدالت اجتماعی در عملی کردن پروژه های انکشافی انتقاد میکنند و اینجا برای بحث بیشتر دکتر رمضان بشردوست نماینده واقعی مردم اینجا با ما هستند. دکتر صاحب سلام بر شما. سلام. شما شما تشکر از دعوت شما. سلام باشین. آقای بشردوست، در پروژه انکشافی امسال در چقدر میتونه که توازن و عدالت وجود داشته باشد؟ به نام حق و به یاد شهدا، سلام و به شما و به شما توازن به این معنیه که ما از توازن چی برداشتی داریم мутаассифона дар вулисиҷирга дар тӯли 12 сол будиҷае ки омада то ҷое ки ман мебинам ҳеч гуна бархурд ва бардошт ва мавқифгирии илмии маслакӣ бо будҷа намешавад и будиҷаи 1397 аст ман шарт мекунам ки як вакилиро нахонда ҳатто аму ровшанфактариниш ба хоир در طول دوازده سال در افغانستان وقتی بودجه آمده اصطلاح رشد اقتصادی اصل مطرح نشده که ما چقدر رشد اقتصادی داریم چقدر تولیدات داریم و از طرف دیگر کدام پروژه های زیربینایی و در کجا باید کار شود فعلا از 99 درصد وکلا پرسان کنی کسری بودجه چیز شاید نفهمد و هیچ در جریان نباشد وکلا تمن متسفانه حتی فکرترینش فکر بر اساس صحبаتها امرز ه ام روشنفکرоنش میکرد بаرداشتشان از بدیجه cک اس ین ای کک است کک چرو مثا د فیصدش به ولایяت ما نیامده چرا 15 فیصدش نامد چرا 20فیصدش نیامده و صحبتе نا میکنن ه دقیقا این هست و د کمیسیونها مشترک که دار میشود چند بار من شرت داشتم ولا ک شرکت مین فکر و است که چرا در ولسوالی من یا حتی در, در دی من مکتب در نظر گرفته نشده حالا دکتر صاحب مورد که شما دارین اشاره میکنین دقیقا چرا همسالا در بودجه ملی در نظر گرفته نمیشم این مورد بخاطر که متاسفانه ما بودجه را به صورت مسلکی در حکومت هم کسایی نیست چی در زمان آقای کرزای و چی در زمان آقایان عین و غین مسلکی بودجه ساخته نمی شود بودیجه دقیقا بر اساس این ساخته می که کی در کابینه هست کی اطرافی های فلان قدرتمند است، کی بیتاند از این کیک یا کیک بودجه رو میدانن از این کیک یا قسمتش به ولایتش به ولسوالیش تخصیص میدهد در حالی که معنای بودجه این نیست و یک خیانت ملی است به کل مردم من بارها به با عنوان مثال پیشنهاد کردم ما سالانه تقریبا 1.5 میلیارد 2 میلیارد بودجه این ما ماست تقریبا در طول 12 سال ما 2 میلیارد اگه بگیریم 24 میلیارد دلار ما بودجه انکشافی مصرف کردیم اما این 24 میلیارد دلار بودجه انکشافی در طول 12 سال سطح فقره، به جایی که یک فیصد پایین ببرد سطح فقر بالا رفته بالاتر از سطح سطح و حتی وزیر اقتصاد کشور میگوید که 16 میلیون هموطنان ما روزی سه بار غذا خورده نمیتونند روزی دو بار غذا میخورند شما مثال برق یک مثال عادیش بگیریم مثال برق شما بگیرین در کابل امسال وضع برق ما بدتر از سال گذشته است 25 فیصد امسال پرچویز در حالی که 16 15 فیصد سال گذشته بود طبق آمار و آمار دقیق دیگری که خود وزارت انرژی عام کرده این است که 35 فیصد مردم کابل در روز یک سونیا در سال یک سونه برق نداره 35 فیصد در خود کابل برق نمیشناسن ما از در سال 387 وقتی بودجه را اومده بود دو زمان یک بودجه بدیل ما پیشنهاد کردیم اما متاسفانه من دیدم که وکلا هیچ نمیفهمه و هیچ ایر متوجه نیست به عنوان مثال من پیشنهادم این بود که شما در جریان هستین چند بارم صحبت شد که افغانستان 26 میلیون یا 34 میلیون جمعیتش به 4000 مگاوات برق نیاز داره ما امروز 1500 میگاد برق تولید وارد میکنیم 1000 اش تقریبا واردات ماست 500 ش تولید است افغانستان در مجموع 1500 میگاد برق دارد و 4000 میگاد برق کافی است که تمام افغانستان 24 ساعت برق بدهد یک, یک جمله من اضافه کنم و این به که ما 4000 میگاد برق داشته باشیم تنها آب ما 23000 میگاد برق ظرفیت تولید دارد. ما اگر میخوایم 4000 میگاد برق داشته باشیم 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم بالای دو یا سه بند بزرگ ما تمام مردم افغانستان برق میدیم ما 24 میلیارد در بودجه انکشافی مصرف کردیم من پیشنهادم این بود که ما حداقل دو سال بودجه انکشافی را اختصاص بدیم به پنشیر بند بزرگ ز خراب ده ساخته شوه در اون زمان من مطمئن هستم که نخبگان هزار یا پشتون چی که باز شما پنشیر شما یا بیشتر در بودجه ملی بیشتر کار روی زیربنایی در اونجا ذکر با خاطر که درک نمیکنه رئیس جمهور افغانستان دکترایش در قبیله شناسی است از اقتصاد الف ده جگرش نیست این تبلیغات است که میگه چهار روز کورس درس داده و امسال هم اقتصاد گیل است وزیر اقتصاد افغانستان ته بخونده اخ بعض دوستاش میگه کورم نخونده او حساب جداست من مثلا ها گفتم که پشت کامره قرار بدهد که این مصاحبه ما و جریان برنامه ما رو فیلم کنین من نمیتونم وزیر تجارت افغانستان ریاضی را تخصص داره در تجارت تعریف به مثال در جگرش نیست وزیر قبلی مالیه فعلا ما سرپرست داریم وزیر قبلی مالیه آقای حکیمی که مدال برش دادن آقای حکیمی پلی تکنیک خوانده بود و از مالیه علیف در جگرش نبود اول ما متاسفانه درک علمی رهبران ما بزرگان ما تصمیم گیران ما از مسائل علمی ندارد و دوم اینها واقعا فریبکاری میکند مثلا ما اینقدر مکتب ببریم در فلان جای اینقدر چیز ببریم ما پیشنهاد ما این بود که ما اگر یک سال دو سال بودجه خود را بودجه انکشافی خود را کلش اختصاص بدیم به جزیان و سری پول ما نفت و گاز جزجان استخراج کنیم تمام 34 میلیون خانه مردم افغانستان دارای لولکشی گاز می شود ما امروز گاز وارد میکنیم کنیم از وقت کلوی افتاد افغانی بله. ما میخریم و به یاد شما است که یا مثلا امروز سرنوشت کار 12 سالی که ما بودجه تصویب کردیم نه تنها که بیکاری را از بین نبرده بلکه به میلیون ها بیکار افزوده شده حالا حکومت بیش از تقریبا بیشتر چند پروژه دیگر که در بودجه حکومت وحدت ملی اینا چه کردن پیشنهاد کردن دقیقا و برخی از کمیسیون ها هم مخالف هستند در حال حاضر این پروژه ها کدام پروژه ها میتونه باشه حکومت می گو... اگر چند تاش هم شما اوکوم... حکومت... در زمینه گفتن که 92 مکتب میخواسته اضافه کنه شما ببینید فریبکاری تقلب دروغ به خاطر چی به خاطر که آقای رئیس جمهور این سال 97 سال ماری فلان کرده این 92 دو اماری مکتب رئیس جمهور پیشنهاد میکنه وزارت مالیه حکومت پیشنهاد میکنه اما یک افغانی بودجه برای برایش پیش بینی نکرده وحشتناک است جمهور کابینه که خود مغز متفکر و اقتصاددان و نخبه کشور میدانن یک دفعه میقدر فکر نکرد که بودجه به معنی نیست که شما یک قلم میخرین ده افغانی در مقابلش پیش بینی میکنید آقای بشر دوست 90 پروژه دیگه که در بودجه کشافی بودجه ملی اضافه شده یقین کدام اینا گفتن که ما بودجه این کشافی که ساخته بودیم در سا بر اساس مصرف واقعی 1396 ساخته بودیم و ما در جریان سال شما ببینید دروغه که به مردم چقدر دروغ میگویند ما در جریان سال 1397 متوجه شدیم که اینا وزارتخانه میتونه بیشتر مصرف کنه نسبت به 1396 بنابراین ما ایمار مساجد و ایمار بیمار و کلینیک اضافه کردیم در حالی که تمام آمار و ارقام نشان میده که مصرف بودجه 1397 به مراتب کمتر از 1396 است یعنی 22 درصد میگه اینا بله. بودجه خود مصرف نتونسته بنابراین اینا گفتن که ما 3 میلیارد افغانی را اضافه کردیم به این بخش ها متو در طول 12 سال که ما هستیم در پارلمان که من میبینم هیچ وزیری اجاقاف و ارشاد هیچ وزیری بودجه که برای مسجد اختصاص داده بوده مصرف نتونسته وقتی مردم میرود میگه وزیر صاحب با ما بودجه بده که م... م... مسجد مسجد خود بسازیم با هزاران مسجد در کابل ما داریم که بش من از نزدیک دیدم که سرشان باز مانده زمستان برف و باران که اومده و چیزی که ساخته بودن تقریبا اونها بشر دوست که در مصرف بودجه ناتوان هستند دقیقاً با اینا چی باید بشه با اینا هیچ چی نمیشه دادن بارها که اینا به پارلمان است جواب شدن دقیقا چه نتیجه بده با اینا میدال داده میشود. میشود با اینا در پارلمان که میاد وکیل میره چک چک میکنه کف میزنه وکیل در جلسه عمومی وزیر به استجواب قاسته شده وکیل پوتکی میره از زیر میز سر خود پایین میکنه میره با وزیر میرسونه یک تقاضای شخصی که داره ازش امضا میگیره چندین بار من اعتراضم کردم به ابراهیمی گفتم او ابراهیمی پیشرویت پیش رویت ببین مردم میگه که نه در وزارت خانه میرن از وزرا امتیاز میگیرن به نام موکلین خود که دروغ مطلق است در پیش چشم خود ما جلسه عمومی وزیری که خواسته شده وزیری کمینت گرفته نتونسته مثلا ایرا خواسته شدن وزیر که بود ماشی مامورین و اسکر و پلیس خود داده نتونسته ایره خواسته شده وقتی که از دروازه تالار داخل میشه میشود اینمی وکلا کلاق استاد میشن کف میزنن استقبال میکنن اصلا سجده میکنن وکلا در مقابلش و بعد وقتی وزیر میره اونجا میشینه پرزه ها بینشان رد و بدل میشه حتی بعضیا پوتکی چریکی به عنوان مثال میره ازش شخص خاصی که داره که دا وزارتخانه ها نتونسته او چی این وضعیت ما... در حال حاضر ادامه دارد متاسفانه در... بدتر میشود شما ببینید بودیجه اگر اگر واقعا منافقت سیاسی نباشد بودیجه را در آخرین روز قرار میدهن که وکلا مجبور شون که تصویب کنن چون برن به با, هز... با رخصتی خود امروز 146 وکیل حاضر بود اینا د عمر خود 146 وکیل د پارلمان نیامده بود امروز آمده بود به خاطر که به کل وکلا ایمیل کرده بود ایم سی روان کرده بود کی بودی که بودجه است و وکلا میفهمه که اگه بودجه پاس نشود ما رخصتی رفتن نمیتونیم مطابق دل. قانون اساسی و از طرف دیگر تعداد زیاد شاید نباشد تعداد وکلای ما که در فرانسه است در ایران است پاکستان است کانادا است استرالیا است در چهار کنج دنیا خانهایشون مثل خانه عین و غین و نمیدون جهادی و چپی متاسفانه اینها 15 روز قبل 20 روز قبل تکیتی تاریشون بوک میکنن از پول بیت المال برای اینا سفر سفر خرج داده می شود 45000 افغانی اگر اشتباه نکنم که شما میرین بر اساس قانون در ولایت هایتون در ولسواری در رخصتی مشکلات مردم میبینین اما خبر نداره که میره در قواخانه پاریس از همین 45000 افغانی بیت المال مردم گریسنه و از او شراب و کباب و چیزا رو بگذاریم که تومت نشه این حیف و میکنه بنابراین متاسفانه وکلا حتی مردم ما وکیلی که میگوید این وکلا میره با مردم خود چی میگوید میگوید برای برای من مکتب دوست در بودجه امسال چقدر خواست مردم در نظر گرفته شد در بودجه ما در طول 12 سال خواست مردم در نظر هیچ وقت گرفته نشده مردم چی میخواهد مردم میخواهد که کشورشان آباد شود آرام شود سر شود زمان این کشور سر آباد می شود که مثلا ما 70 میلیارد متر مکعب آبی جاری داریم 60 میلیاردش می رود در پاکستان، ایران و آسیای مرکزی و ما 10 میلیاردش استفاده می کنیم و 10 میلیون زمین ده میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم ما دو میلیونش نیم چه کشت میکنیم در اول سوال کابل که من رفتیم در ولایتات د زمان کمپاین که ما رفتیم سال در مابین کشت میکنیم این مردم چی میخواد؟ این مردم میخواید که بند زخرای آب ساخته شود بند ذخیره آب ساخته شد ما از ده میلیون ما 8 میلیون هکتار که کشت کنیم تمام اقوام تمام مردم افغانستان مجانی نان میدهیم ما اگر چهار بند بزرگ ذخیره آب بسازیم تمام مردم افغانستان برق میدهیم امروز 14 ولایت ما از 34 تنها وصل است و خود کابل 34 فیصد 35 مردمش برق نداره مردم میخواهید که یک ما در کابل حداقل داشته باشیم که به هزاران دلار ما مصرف نکنیم به پاکستان و هندستان به عنوان مثال به مریض خود به مثال نبریم اما این وکیل چی میکند ای وکیل میره به مردمش چی میگه میگه من در زمان وکالت خود مکتب بولسوالی تا وردم او مکتب که برای ورسوالی سورم میبره در نزدیک قریه خود و کاش که او مکتب ساخته شود یعنی ما در طول 12 سال شاهد هستیم که 95 درصد اگه اشتباه نکنیم مکاتب تعمیراتش یا نیمه تمام مونده یا اگر ساخته شده هنوز افتتاح نشده که دروازهش باز کردن دروازه شکسته متاسفانه برخورد مسلکی علمی نه رئیس جمهور و رئیس اجرایی و اینو غین نه وزرا نه جادی و چپی و نه وکلا در مجموع نمی کنند آقای بشر دوست مصرف بودجه کشافی آیا سال از روند خوب برخورد داره؟ مصرف بودجه کشافی بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و بر اساس که با مسئولین وزارت مواله داشتن وحشتناک است چون 22 درصد تام یک ماه پیش گفتن به سدود ما سال مالی از جد شروع می شود جدی تا اصد اگه اشتباه نکنم اشت ماه می شود و بعد مای سنبله و میزان بعد از میزان قوس و هوا سرد می شود بودجه مسرح نمی شود ما حتی در بودجی در بودجه خود که ما می بینیم به عنوان مثال من میگم در سال 1382 تا امسال در هر ولایت افغانستان تقریبا ساخت یک پوانتون در نظر گرفته شده بودجه داده شده یا ساخت یک کلینیک در نظر گرفته شده اما متاسفانه هیچ کدام از این ها با طوری که باید ساخته میشد ساخته نشده یا بعضیش حتی یک سین هم ساخته نشده بنابراین متاسفانه بودجه اول بر اساس معیارهای مسلکی علمی ساخته نمی شود بعد از او اگر ساخته می شود وزرا است که تطبیق نمی تواند وزیر وکیل چیغ می زند که گناهی من نیست حالی گناهی تو نیست ای وزیر خودت را اعتماد دادی مهم. مثلا شما میبینید که ازارت چیر میزنه و کلیش که ازاره افشار راکت آمد یا نمیدونم ازاره در فلان جا کشته شد یا پشتون در فلان جا یا تاجیک یا ازبک یا مثلا دیگران من بارها برش میگم او برادر تو بالای کی استی بالای آیسای استی بالای سپای پاسداران استی بالای سیاهی آمریکا قرستی، خودت به این وزرا ای دادی؟ در بخش مصرف بوده امسال امسال چه چقدر به نیازمندی های مردم رسیدگی خواهد شد؟ من فکر همه سال سال به سال شما اگر ببینید متاسفانه و اقتصادی مردم هست. در دسترخان مردم حتی سه بار دسترخوان پهن نمیشه یک زمان بود که دقل سه بار رسید بار در روز دسترخانشان پهن میشد که کچالو بس. یک پیاله چای خشک و نان خشک بود امروز وزیر اقتصاد کشور اعتراف میکنه که روز دو بار دستورخان در خانه مردم عادی پهن می شود اما در خانه رهبرای جادی و چپی و دموکراسی و وکلا و وزرا و والی صایبا جنرالا و عین و غین در خانه نو ممکنه روز 5 دفعه دسترخوان پخش شود چون اینا صبحانه داره و دبجه داره و بعد از اون چاشت است و بعد چهار بعد از ظهر است و نمیدونم عین چیز بنابراین تا امروز تمام بودجه که تصویب شده متاسفانه یک فیصد با وزی مردم افغانستان بهبودی نبخشیده بلکه بتر شده در این بودجه وسط سال میگوید که ما چار میلیارد دلار، چار میلیارد افغانی اضافه کردیم به تقاوت <applause> آلی پولی تقاوت دوزدی میکنن قبلا دوزدی کردن میگه ما درست معلومات نداشتیم یا مثلا به با استخدام مامورین زیاد شود هر وزیر هر چی حتی بعضی وکیلا دستیارایشان به عنوان مثال سناتورا و جنرالا رهبرا هر کدام اینها که میاد چندین مشاورین استخدام میکنند مشاور فقط حقوق میگیرد اصلا از او در بخش که باید کار کند الف در جگرش نیست اما این مشاوری به سه لک دو لگ افغانی ماش میدهن 3 ملیارد 4 میلیارد در این بخش اضافه کردن میلیارد افغانی این را در حال که ماش معلی مامور اجیر در 13 تا 17 یک افغانی بالا نرفته نیرخوا متاسفانه بالا رفته حتی ماشین ها داده نمی شود در خود پارلمان افغانستان به عنوان مثال و در خود ادارات ما در پولیس ما به عنوان مثال آقای بشرد سر پایین برای ما و وکیل کوتاه باز هم وزارت هایی که تا پایان سال نتونن بودجه کشوری را به مقدار تعیین شده اینا مصرف بکنن چه خواهد شد با اینا چه باید اگر ای وکلا باشد باز هم مدال میگیرن تقدیر می پیشون میرن چاپلوسی و چاوکری و چاوتری میکنن اگر وکلای واقعی ملت فرض کنین یک 50 20 درصد بیاد من من معتقد هستم که نه اون لحظه اینها استعزا نه این که استیزا میشه و, و خود پارلمان استفزا, استفزا استیزا میشه و به عنوان مثال و میرن امتیازات میگیرن بلکه وزرا همون لحظه منفک می شود همون لحظه به عنوان سوء استفاده از قدرت به نام شاید به سالونوالی معرفی شود و فکر نکنم که لوی سالونوالی نو اگر وکلای پاک صادق باشد این لوی سالونوالی قاضی القضات حتی ما امروز من مترک ما میتونیم عین و غین به محکمه بکشیم اگر دهان ما پراب آب نباشه اگر ما فاسد نباشیم اگر رهبران واقعی در پارلمان افغانستان واقعا قرار بگیرند در سی چون بالاترین قدرت داره من معتقد هستم که یک از وزرا نمیمونه و هیچ پنشیری و بامیانی و بدق اوزبکی و و, و امی چار قومی که قدرت دارن هیچ کدام اینا اگر بچه پاک صادق نداشته باشن و معرفی نکنن شاید تعیین نشوند چون امروز چار قوم حکومت چی کرده و این چار قوم نه که بچه پاک ازبک تعیین شد و بچه پاک ازاره یا تاجیک یا پشتون اما بچه هایی که دخترایی که واقعا چوک چوتار و چوکری و چوپلوسی چار مالکی قوم می کند امید است که مردم افغانستان بیدار شوند سرنوشت خود در کسانی قرار بدهد که واقعا از اون هاست مثل اون هاست و با اون هاست که بادیگارد و قصر و لانکروزر و هم دارن و مردم قوم و دیشان گریس نست خیلی سپاس دکتر رمضان بشردوس نماینده واقعی مردم از یک شما در زیربنا تشریف آورده این فرمانده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 72 افغانی با 64 پول یک یورو 84 افغانی و 73 پول یک پاوند انگلیسی 95 افغانی و 21 پول یک, یک درهم امارات 19 افغانی با 70 پول هزار تومان ایرانی 8 افغانی و 3 پول هزار کلدار پاکستانی 566 افغانی با 2 پول و هزار کلدار هندی هزار افغانی و نه بخانی. و این هم قیمت طلا یک گرام تلای کویتی 2400 هزار افغانی. یک گرام تلای سنگاپوری دو هزار و یک گرام طلای بحرینی دو هزار افغانی. یک گرام طلای روی دو هزار و یک گرم طلای رنگ 1840 افغانی و یک گرم طلای رنگ افغانی و این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر 47 افغانی یک پوری خارجی 1140 افغانی یک پوری برنج خارجی 2400 افغانی یک لیتر تیل پترول پنجا و پنجا کنید و یک کیلو گاز پنجا و پنجا سپاس از همراهیتان تا تا برنامه بعد خدا نگهد.